امروز یکی از بهترین و مجربترین ختوم رو در بحث ثروت، عظمت و به خصوص محبت در بین مردم یا محبت در بین زوجین رو برای شما آوردم و این ختم بسیار دوستان آسان هست، از نظر انجام آسان هست، فقط میبایست به روشی که بنده بهتون میگم انجام بدید. انشالله دو روش داره، دو روش رو بیان میکنم، لطفاً تا آخر گوش بدید دوستان عزیز و همچنین در انتها هم دو ختم دیگر براتون خواهم گذاشت که اون دو ختم رو هم در انتهای کلیپ انشالله ببینید. اون دو ختم هم مال ثروته. اگر تا الان کانال رو سابسکرایب نکردین حتما کانال رو سابسکرایب بفرمایید و برای حمایت از آموزش های کانال و ادامه راه کانال حتما لایک بفرمایید و کامنت و نظرات رو فراموش نکنید تا بتونیم بهتر برنامه ها رو ارائه بدیم و از درخواست های شما بتونیم آموزش تهیه بکنیم. ضمناً دوستان محترم و عزیزان، اگر باعث ناراحتی میشه در کانال بنده برای شما، دوست ندارید دیسلایک نفرمایید، از کانال تشریف ببرید بیرون. بنده هم شما رو دعا میکنم دوست عزیزم که مرتبا شما این حرکت رو انجام میدید. در این حال هر کسی در پناه حضرت حق باشه و بنده از آنچه که هست و دارم به خدمت شما ارائه میدم. بریم تا انتهای کلیپ، بنده این ختم عظیم رو به شما انتقال و آموزش بدم. با درود و عرض ارادت خدمت تک تک همزبانان، هموطنان در هر کجا که هستید، همزبانان عزیز افغانستانی، تاجیکستانی، دیگر کشورهای پارسی زبان و همچنین هموطنهای گرامی هم در جای جای این جهان، هر کجا که هستید تنتون بدور از کجی باشه و انشالله سلامتی قرین شما باشه. در پناه خداوند باشید و به بزرگترهای خودتون احترام بکنید. موسپیدان در درگاه حضرت حق جایگاه ویژه‌ای دارند و اگر میخواید از جایگاه ویژه در درگاه حضرت حق بهره‌مند بشید، حتما به بزرگترها و موسپیدان خدمت کنید و شؤونات و ادب رو در حضور اینها رعایت بکنید. دوستان امروز اصطلاحاً برای شما یک ختم رو آوردم که این ختم بسیار بسیار عالی است. هم ثروت درش نهفته است، ثروت بیکران علمی، ثروت بیکران مادی، عظمت در چشم خلایق. اینو شما انجام بدید اصلا به طور معجزه آسایی در چشم خلایق شما بزرگ جلوه میکنید و همچنین محبت در بین زوجین. دوستان عزیز، این ختم رو شما میتوانید در هفته اول یا دوم ماه قمری شروع کنید. بهتر است هفته اول باشد، بهتر است که شما این در هفته اول انجام شد. اول روش دوم رو بهتون میگم، بعد روش اصلی رو به شما ارائه میدم. روش اول به این صورت است که شما در پشت هر نماز واجب تعداد مشخص انجام می دهید، می خوانید. شما برای اینکه بتونید این عمل رو انجام بدید دوستان، دو حرکت دارید. حرکت اول یا اصطلاحاً عمل اول در پشت هر نمازتون هست که می تونید بخونید تعداد 428 مرتبه بعد از هر نماز واجب. حالا به چه صورت این رو انجام میدید؟ دوستان در یک اتاق تنها وارد میشید و تنها و خالی وارد میشوید. بهتر هست دوستان در طبقه همکف باشد. اگر هم نبود مشکلی نداره، ولی چون شما از چاکرا یکتون باید اینجا بهره‌مند بشید، هرچه فاصله شما از سطح بالاتر باشه، مقداری اون انرژی که میبایست از سمت زمین بگیرید کمتر خواهد شد. در این حال مشکلی نداره، ولی بهتر هست که در یک اتاقی باشه که سطح همکف باشه. این رو انجام بدید. وارد یک اتاق تنها و خالی میشید. لباس عملتون یا سبز باشد
یا سفید باشد، فرقی نداره. حالا بنده برای شما اینا رو پاک میکنم که اصطلاحا شما بتونید ببینید. یا لباس عمل سبز یا سپید. سپید باشه بهتر هست، سبزم باشه اصلا اشکالی نداره، فقط دوستان مارک نداشته باشه. برای پشت نماز شما دوستان 40 روز عمل باید زمان ببره، یعنی شما 40 روز بعد هر نمازتون 428 بار این آیه که خدمت شما میگم رو در ادامه باید بخونید. اما یک سری لزومات داره، این رو باید بدونید. رو به سمت قبله که نشستید در نماز، بعد اون دوستان 14 صلوات مخصوص میخوانید. حالا بنده همیشه صلوات مخصوص رو به دوستان گفتم، اگر بار اول هست شما به این آموزش اصطلاحاً برمیخورید، بدانید صلوات مخصوص من بعد از این عرض کردم این صلوات هست: اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء و المرسلین علیهم اجمعین. 14 صلوات رو میخونید، دوباره ختم رو 428 بار میخونید و دوباره هم 14 صلوات دوباره میگویید. بعد هر نماز همین رو تکرار میکنید. بخور دوستان اسپند کافیست، اگر کندر هم باشد بهتر است. اگر کندر هم نبود، همون مقداری که شما اسپند در منطقه دود بکنید عالیست. دوستان مقداری اگر میخواید برای اصلاح هم محبت هم بخونید، کسی خانمی یا آقایی زنش یا شوهرشون یه مقداری مثلا از نظر اخلاق، شما میتونید این 428 بار رو در پس هر نماز به مقداری نبات بخونید و طی مدت 7 روز بعد از انجام عمل، یعنی شما 40 روزتون رو تکمیل میکنید، به مدت 7 روز از اون نباتی که خوندید به حالا زنتون یا شوهرتون میدید که بخوره، فقط به نیت اصلاح زوجین، یعنی اون محبت فراوان بشه که انشالله بنیان خانواده شما اصطلاحاً بهتر بشه. شما دوستان مطمئن باشید از روز 27 تا 40 در زندگیتون مطمئنن اتفاقات بسیار بسیار اعجاب انگیزی میفته. عرض کردم در زمینه ثروت، در زمینه عظمت، در زمینه محبت بین خلایق این اتفاق عجیبی است. در روز 40 دوستان، در روز 40 شما به اندازه مثلا سنتون اگر 30 سال هست دوستان، اگر 30 سال سن دارید 15 کاسه شیر برنج هر سنی که دارید تقسیم بر 2 میکنید و به همون اندازه شیر برنج درست میکنید. با دست خودتون باید درست بکنید دوستان، به کسی نباید بدید براتون درست بکنه، پولش رو از جیب خودتون باید بیارید و خودتون هم درست بکنید. اگر هم پولش رو میخواید از کسی بگیرید، باید به نیت قرض باشه. اگر هم پولی رو میارید دوستان، فقط به نیت قرض باید بگیرید و دوباره تحویل بدید. دوستان عزیز، به هیچ وجه من الوجود، به هیچ وجه نباید این پول رو از کسی حالا جیبی بگیرید یا اینها، پول رو قرض میگیرید، حالا میخواد 10 سال بعد پس بدید، هیچ اشکالی نداره. و اون شیر برنجا رو درست میکنید دوستان. نگاه بکنید، شیر برنجا رو باید به بچه بدید، به بزرگسال بدید. این بزرگسال شما هم اصطلاحاً پیر زن هست، هم پیر آقا هست که میتونید بهش بدید، اما بچه رو اصطلاحاً باید حتماً یادتون باشه که نصف کاسه ها رو باید به بچه کودک بدید، یعنی کودکی که زیر 15 سال هست. حالا بچه 9 سال، 10 سال، 11 سال هیچ مشکلی نداره. انشالله خداوند برای شما در این عمل بسیاری از عجایب رو خواهد ساخت. من عمل دوم رو هم میگم در آخر برنامه، سوره‌ای که باید در سوره و آیه‌ای که باید بخونید رو به شما خواهم گفت. اما عمل دوم دوستان مثل عمل اول هست، منتها عمل دوم در یک جلسه هست.
یعنی شما 428 مرتبه رو ضرب در 5 وعده میکنید، عددی به دست میاد اینجا 5 8 تا 40 تا. این رو قشنگ باید اصطلاحا ضرب بکنید که 5 تا 10 تا 1 14 تا، و بعد اون 2140 مرتبه میشه که این 2140 مرتبه رو باید در یک مجلس بخوانید، در یک مجلس بخوانید. این 2140 مرتبه رو باید در یک مجلس بخوانید. و مهم قسمتش اینجاست دوستان، بعد از این که بعد از روز اول که غسل و نیت انجام دادید که خب همیشه بهتون عرض کردم غسل و نیت رو باید در روز اول انجام بدید، یعنی قبل از این که شما بخواید در شب بخونید که عمل از زمان نماز عشا شروع میشه، یعنی از ساعت 9:30 تقریبا شب به بعد، شما اول صبح پا میشید و اون اصطلاحا غسلتون رو انجام میدید، نیتتون رو انجام میدید و میخواید عمل رو انجام بدید، در یک اتاق تنها وارد میشید. این اتاق تنها که وارد شدید دوستان، باید در همان اتاق بخوابید. دوستان شدیداً توصیه میکنم که ترک حیوانی بهترین راه است، اما اگر ترک حیوانی گوشت هم خوردید دوستان، ممکنه عملتون ظرف اصطلاحاً انجامش دیرتر بشه، اما نزدیکی با زن شوهر ممنوع است. در این عمل نباید شما با زنتون یا شوهرتون نزدیکی بکنید دوستان، این رو بهتون میگم، نگید نگفتن. این عمل رو بسیار بسیار باید حواستون باشه. بارها و بارها وقتی بنده صحبت از ترک حیوانی میکنم، درش نزدیکی 100% نباید باشه، یعنی نزدیکی رو نباید بکنید. متوجه هستید؟ نزدیکی کردن باعث فساد در عملتون و از بین رفتن عملتون میشه. چرا؟ چون شما باید روحتون رو مخلص و اون انرژیتون رو مخلص بکنید و صاف باشه. وقتی شما نزدیکی میکنید امتزاج انجام میشه، ممزوج میشن با هم و متاسفانه عملتون به خرابی کشیده میشه. پس یادتون باشه ترک حیوانی بهترین راهه، اگر انجام بدید که الان نوره و اثرش رو میبینید. ترک اصطلاحاً کار 21 روزه است، یعنی در ماه رمضان شما بهترین موقع است که این رو انجام بدید و انشالله به امید خدا یا یک شنبه یا پنج شنبه در اول ماه یا دوم پنج شنبه یا یک شنبه ماه، این رو باید یادتون باشه که عمل رو شروع بکنید. و مسئله دیگه، وقتی وارد اتاق تنها شدید باید خط مندل بکشید دوستان. خط مندلتون رو هم عرض کردم، یه چاقوی تازه تهیه میکنید و بر اون چاقوی تازه 21 آیت الکرسی، 7 سوره حمد و توحید و 7 معوذتین، دو قل اعوذ دیگه، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب ناس، این دو قل اعوذ رو بهش میگن معوذتین، این رو باید اصطلاحاً بخوانید بر اون چاقو و انشالله مندلتون رو بکشید. مندل هم به صورت پات ساعتگرد هست، یعنی زمان کشیدن مندل هم عرض میکنم، این عزیزان توضیح میدم برای عزیزانیست که تازه این اصطلاح ختم میبینم، عزیزانی که در این مدت چند ماه با ما هستن میدونن، از این قسمت که شروع میکنید به صورت پات ساعتگرد وقتی چاقو رو میتابونید باید 7 بار آیت الکرسی هم باهش بخوانید، یعنی از اینجا الله لا اله الا هو الحی القیوم میتابید. زمانی که میرسید به نقطه‌ای که دوباره باید آیت الکرسی رو بخونید دوستان، چاقو رو بر نمیدارید از رو زمین، چاقو همینجوری داره میتابه و میرسید دوباره آیت الکرسی رو بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم، باز دوباره بسم الله الرحمن الرحیم، چاقو رو بر نمیدارید تا 7 بارتون با 7 خط تکمیل بشه. و زمانی هم که اصطلاحاً میخواهید عمل رو انجام بدید، وارد مندل که شدید برای تحسین 14 آیت الکرسی و 14 صلوات مخصوص
به خودتون میدمید و در زمانی که میخواید بیرون از خط مندل بیاید دوباره 21 آیت الکرسی و 7 بار معوذتین و 14 صلوات مخصوص دوباره باید به خودتون بدمید و با پای راست از مندل خارج میشید. دوستان در همون اتاق باید بخوابید. عرض کردم به شما عمل 21 روز هست و در این عمل، در عمل یک جا و به صورت اصطلاحاً تکمیل در یک جلسه، یعنی در یک جا 2140 مرتبه شما میخواید بخونید سوره مؤمنون آیه 116 رو، هم در روش اول و هم در روش دوم، منتها در روش اول 428 مرتبه در 40 روز بعد از هر نماز میخونید، یعنی 5 تا 428 مرتبه، منتها در عمل دوم 21 روز هست و 428 رو در 5 باید ضرب بکنید و 2140 مرتبه میشه. در یک جلسه باید بخونید و در همون اتاق هم دوستان بخوابید. اگر به احتمال زیاد دوستان، خیلی از عزیزان این رو که بهتون میگم براشون اتفاق میفته، برای بعضی هم اتفاق نمیفته، در خوابتون یا در بیداریتون اطرافتون نورهایی میبینید یا بزرگوارانی میان، به هیچ وجه صحبت نمی کنید تا ختمتون تموم بشه. اگر همچین بزرگوارانی اومدن یا در خواب شما، اونها خودشون به شما خواهند گفت که باید چه کار بکنید. و اصطلاحاً دوستان این ختمی که به شما میگم برای تمام اموری که به شما گفتم، از ثروت، عظمت و محبت خلایق بی نظیره، جزء اصطلاحاً گنجینه های شخصی بنده هست که دارم به شما میگم. و انشالله در روز 21 دوستان این قبل شما باید به سنتون تقسیم بر دو شیر برنج تهیه بکنید و به کودک سال و بزرگسال و اصطلاحاً کهنسال بدید. امیدوارم که دوستان در این ختم موفق باشید و عزیزان کانال رو حمایت بکنید. متاسفانه بسیاری از عزیزان کانال رو حمایت نمی کنند. بنده به شخصه دل سرد شدم از این راه و امیدوارم که خیلی از عزیزانی که در کانال میان کلیپ ها رو نگاه می کنند به اندازه یک لایک و یک کامنت سهم خودشون رو در قبال آموزشی که میگیرن ارائه بدن. ضمناً دوستان عزیز، بنده برای شما چند روز قبل جلسه اول آموزشی رو گذاشتم که مطمئناً خیلی از عزیزان نگاهش نکردن، ولی بدونید عزیزانی که اون رو نگاه نکردن بزرگترین اشتباه زندگیشون رو کردن، چون هر چه ختم میگذارم و هر کجا برن به هیچ نتیجه نخواهند رسید. آموزش هایی که ضمنی و برای اولیه مراحل شماست حتما گوش بدید، چون اینهایی که بنده میگم هیچ جا پیدا نخواهید کرد. دوستان عزیز، بسته هایی که عزیزان ثبت نام کردند و تاریخ تخفیفش تموم شد، انشالله تا چند روز آینده، به دلیل اینکه بنده بیماری داشتم مقداری کارش طول کشید، و خدمت دوستانی که ثبت نام کردند و خب عزیزانی که در قسمت تخفیفی ثبت نام کردن خدمت اونها ارائه داده میشه، و عزیزانی هم که به جدیدن میخوان ثبت نام بکنن با قیمت واقعی باید خریداری بکنن بستر. در پناه خدا باشید و انشالله خداوند متعال همتون رو یاری آور باشه. از اینکه با کانال همراه هستید سپاسگزارم. کانال رو حمایت بکنید، کانال دوم بنده رو هم حمایت بکنید و در پناه دادار پایدار باشی تا برنامه و آموزش بعدی. خدایا رو نگهدارشون.